سلام، چهارشنبه 21 مرداد 1388، 12 آگست 2009 میلادی. نماز جمعه همونطور که روزهای قبل هم صحبت کردیم تشکل و تجمع قانونی و مجوزداری است که ما در اون ماهی یک بار شرکت میکنیم. هیچ تشکلی، هیچ تجمعی قانونی نیست که بدون حضور جنبش سبز بخواد برگزار شه. باید بدونند که ما همه جا میتونیم حاضر باشیم و حضور خودمون رو اعلام بکنیم. از آقای هاشمی رفسنجانی در تهران دعوت شده بیاد به نماز جمعه. اگر چه ایشون بیاید چه نیاید، حضور ما در نماز جمعه تهران و تمام شهرهای کشور حضور محکم و سرفراز خواهد بود. ماه گذشته بنامون فقط بر تهران بود، اما خوشبختانه در طول این یک ماه جنبش اون قدرت و صلابت رو پیدا کرده که در تمام سطح کشور بره و در نماز جمعه ها حضور پیدا بکنه. در مسیری که میریم نماز جمعه با کمال آرامش، صلح آمیز و غیر خشونتبار، اگر از حضورمون بخواد ممانعت بشه در صف نماز جمعه، میریم به جای دیگه‌ای که حالا میتونیم راجبش صحبت بکنیم. نمیخوایم که دعوا و درگیری داشته باشیم، ولی وقتی که امکان داره در تمام صحن اصلی نماز جمعه ها حضور خواهیم داشت و اون رو سبز خواهیم کرد. آقای مهندس موسوی رئیس جمهور منتخب هم قرار است در نماز جمعه تهران حضور داشته باشه، اما امروز آقای مخملباف برای من توضیح میداد بحث که میکردیم که به شدت آقای مهندس موسوی در کنترل خودش، خانومش و خانوادهش و در واقع سعی میکنه حکومت به نوعی حصر خانگی دست بزنه. بنابراین ما در نماز جمعه وقتی شرکت میکنیم، اگر رئیس جمهور منتخب در میونمون نیاید، این اعتراض بزرگی هم هست به اینکه ما به کسی که رأی دادیم میخوایم که توقع داریم در بینمون هم باشه و به حکومت اخطار هم به این ترتیب میکنیم. در تمام شهرها هم بچه ها شروع کردن به چاپ تهیه پوسترهایی که من دیدم روی اینترنت داره نصب میشه و میاد. فکر کردم چند تا شو همینطوری که تا الان اومده بود گذاشتم یک نگاهی بهش بندازیم. زحمتی که کشیدن، این تبریز دیار مردان، این کرمانشاه به یاد کیانوش عزیز و همه عزیزان از دست رفته جنبش سبز، این شیراز با بزرگانش و زحمتی که شیراز در این جنبش از روز نخست تا الان کشیده، این مشهد ابتهی عزیز که در بنده هم عکسش رو بچه ها گذاشتن، دیار پاکان مشهد و این هم کرمان. شهرهای دیگه هم بچه ها دارن تهیه میکنن، هر کدوم سلیقه‌ای هم به خرج دادن و هر کدوم هم یک جایی رو در واقع انتخاب کردن، کسایی رو انتخاب کردن که شبهای دیگه هم، روزهای دیگه هم اگر فرصت بشه من اونها رو خدمتتون نشون خواهم داد. به هر حال دست همه بچه‌ای که اینها رو جمع کردن درد نکنه. این نشون میده که در واقع چگونه همه از بهشون جزمه که حضور جنبش سبز رو در تمام شهرها نشون بدن. اما مطلب بعدی که میخوام بگم راجع به تحریم کالاهای تولیدی یا توزیعی یا وارداتی سپاه و صندوق مهره که مستقیم به کودتاچی ها و سرکوبگرا وصله. این دو سه هفته ای که ما این مطالعه رو شروع کردیم واقعا به ابعاد وحشتناکی میرسیم. در همه فعالیت های کشور شرکت ها و سازمان های وابسته به سپاه و اون صندوق مهر و جمعیت ایثارگرا و غیره دست دارن. میلیارد ها میلیارد تومان و دلار پول کشور در دستش و من حالا بهتر میفهمم که چرا اینها اینطور آدم میکشن، جنایت میکنن، شکنجه میکنن، سرکوب میکنن برای اینکه دولت دستشون دهشون آقای احمد نژاد رو نگه دارن که اینطور دستشون رو در تمام کشور باز گذاشته.
من خواهشم این است که در جمع‌آوری این اطلاعات ما رو کمک کنید. شرکت هایی که به گروه تولیدی بهمن، به قرارگاه خاتم الانبیا و به ده ها شرکت دیگه و سازمان دیگه سپاه وصلن و یا به صندوق مهر وصلن، معادن، کارخانجات و کالاهایی که به اینها وصلن، چون مستقیما پول اینها میاد بعدن صرف سرکوب میشه، از اون پول لباس شخصی ها رو میدن، کارخونه بهشون میدن، امکانات بهشون میدن. بنابراین خواهش میکنم کمک کنید ما بتونیم لیست دقیقی در بیارم. در اولین قدم دیدیم که سیگار خارجی که به کشور وارد میشه و مواد مخدر دو تا کالایی است که سپاه درش دست داره. من میدونم که این روزها سیگار بره، تنش زیاده، تشنج زیاده، هیجان زیاده، شاید کسایی که معتاد به سیگار هستن بیش از گذشته سیگار بکشن. اما در هر تحریمی درسته یک طرف سرکوبگر صدمه میخوره، اما در یک طرف ملت هم ممکنه به سختی بیفته، ولی مطمئنن ملتی که کشته میده آماده است کشته بشه، زندان بره، شکنجه بشه و خودش رو به خطر میندازه، در مصرف نکردن کالاهایی که مستقیمن پولشون میره به جیب سرکوبگرا همکاری خواهد کرد. لذا خواهشم این است که اگر کسانی سیگارهای خارجی میکشن میتونن نکشن، اما اگر نمیتونن سیگارهای داخلی بکشن یا کم بکشن، در به اندازه توانشون با تحریم سیگارهای خارجی که در دست سپاه بخشش هستش همکاری بکنن. اما مواد مخدر قصه غم‌انگیزتری است که خواهشم این است که اونهایی که برای تفنن ممکنه یکی از این مواد مرگزا رو بکشن نکنن دیگه این کارو، و اونهایی هم که متاسفانه اعتیاد به اینها پیدا کردن دیگران کمکشون بکنن که ترک بکنن، برای اینکه میفهممم که یک معتاد زخم خونچکانی از جامعه است که ده ها چیز باید اصلاح بشه تا یک معتادی نجات پیدا کنه، ولی تا اونجایی که ممکنه همه کمک بکنن. برای قدم اول به هر حال سیگار و مواد مخدر دو کالایی است که میریم به سمت اینکه از این اژدهای هفت سر که چه عرض کنم 70 سر سپاه یک یا دو سرش رو قطع بکنیم با تحریم این کالاها. نکته دیگه که می‌خواستم عرض بکنم این است که چون معلوم شده که در این چند سال گذشته و شاید قبل از اون میلیاردها میلیارد دلار پول کشور توسط دزدان بیت المال و اموال مردم غارت شده و به خارج از ایران منتقل شده، و یکی از دلایل فقر و فاقه و بدبختی کشور در این دزدی هاست، رئیس جمهور منتخب ملت که ما همه اعلام کردیم که رئیس دولت او رو به رسمیت میشناسیم، او رئیس دولت ملی و میهنی ماست که منتخب مردمه، در مقابل دولت کودتایی که با پشتیبانی اجنبی در کشور ما داره حکومت میخواد بکنه، او در واقع خواهان این است که اموال مردم به ملت باید برگرده. دستور صادر شدهش این است که همه باید دست به دست بدیم اموال مردم رو نجات بدیم. لذا کمیته در خارج اقدام کرده، شروع کرده. خوشبختانه خبر خوبی که میخوام بدم این است که وکلای بین المللی تشکیل شده، کمیته ازشون موافقت کردند که وکالت ما رو به عهده بگیرن، برند و در درجه اول از ترکیه که این روزها مطرح کم و کیفش رو در بیارن و اموال به غارت رفته ایران رو مسدود کنن، متوقف کنن، اونجا فریز بکنن، همینطور در کشورهای دیگه، تا انشالله در قدم بعدی وقتی دولت ملی و منتخب مردم سر کار اومد بتونیم این اموال رو به خزانه کشور برگردونیم و ثروت به غارت رفته رو به مردم برگردونیم. اما نکته آخری که میخواستم عرض بکنم این است که یه کسی پرسیده بود که این کاری که آدرس آقای صفار هرندی وزیر ارشاد دولت آقای احمدی نژاد توی اینترنت اومده کار خوبیه یا بدی است؟ قطعا کار خوبی است. نه فقط مزدورا، شکنجهگرها، آدمکشها باید افشا بشن با اسم، با آدرس، بلکه هر کسی که با دولت کودتایی اجنبی ساخته همکاری میکنه باید آدرسش افشا بشه و بدانند که
به معنی صلح آمیزش، هیچ جا براشون امن نیست، کسی نمیخواد با اونها خشونت کنه، ولی باید افشا بشن محلشون، آدرسشون، عکس شهدا باید نصب بشه در نزدیکی محل زندگیشون، با خانوادهشون باید تماس گرفته بشه، با بچه‌هاشون، و بهشون گفته بشه که چرا با آدم کشها و قاتلین ملت همکاری میکنید. اگر هر کدومشون توبه کردن و به دامن ملت برگشتن، از آن ملتن، ملت در بغل میگیرشون. البته کمیته حقیقت‌یاب و دادگاهی بعدن میتونه رسیدگی بکنه به خطایی که هر کسی کرده، ولی اونهایی که الان با کودتاچی‌ها و دولت اجنبی ساخته کودتای همکاری میکنن، باید روند شناساییشون، آدرسشون و افشاشون ادامه پیدا بکنه و بهشون اخطار کرده بشه که دست از خیانت به ملت بردارن. عرضم رو تموم میکنم، تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید.